ایدانه فراوان شد. انشالله ما میتونیم با برنامه ریزی فراوانه ترم بکنیم. آمادیم به خدمت جناب واجی صاحب نثار احمد جان، از شخصیت های مهربان، خیر و فعال. انشالله که خداوند تبارک و تعالی عمر با عزت بده. انشالله که امسال واجی صاحب نثار احمد جان، امسال جناب آقای صبوری عزیز که سب داشتیم، انشالله که خداوند زیاد بگردانه و حفظ کنه. جناب واجی صاحب نثار احمد جان عزیز، عید شما مبارک باشه. سلامت باشه، عید جمعیت اسلام مبارک باشه. زنده باشین. جناب حاجی صاحب، شما قبل از اینکه ما بریم شروع برنامه و خاطره گفتیم که خیلی هم برای ما خوشایند گفتیم، و ما گفتم شما در طول برنامه بگیم، از خاطره خوراله بگیم که چگونه خاطره داریم. خاطره که همیشه از یاد من هیچ وقت نمیره، این خاطره طفلیت منه که ما به درب عراق میشیشتیم و زندگی همونجا شروع شد. درباره اتفاق اتحادی که ما دیشتیم به اون منطقه، هم هیچ وقت از یاد من نمیره این خاطره. از این خاطره خاطره بیتره من به زندگی خونه دیشتم. خاطره ما این بود که ما همیشه اگر ماه مبارک رمضان میشد، همیت دست جمعی همون کوچی که ما میشیشتیم به نام حال فیلان، البته اون کوچه به نام شهید قدرت الله کاکره که او هم یکی از مجاهدین بود که شهید شد، به اونجوگاه اون کوچه رو حال به نام از او به حساب به این نام یاد میشه. با به اون منطقه که میشیشتیم، باز تقریبا 60% برادران اهل تشیع اونجوگا زندگی میکردن. ماه مبارک رمضان که میشد، به اتفاق و اتحاد ما به یک مسجد که مسجدمون مسجد مرسال ملا آقا بود که همال هم هست، به این مسجد به کنار هم دیگر به نماز و نماز تراویح شرکت میکردیم و هیچ بی تفاقی و دیگه و دیگه به محیط و منطقه ما نبود و هیچ کس به نام ایونوان به مسجد یا دیگه به منطقه گپ تبالا نمیشد. همیشه ای اگه حال ما گاه وقتی ببینم به زمان انقلاب و بعد از انقلاب که شروع شد، امی وقت بدبختی ها ما که شروع شد، هیچ وقت خود خاطره از یاد منه میره که ما به کنار هم دیگه حالی و برادرهای هم که به هم سنت سال بودیم، اونا نسته من ریستفید شدم. به وقت محرم و شروع که می شد، می آمده به مچه تکی میرزاخون به حساب به زمان محرم، اونا همو خرج که می دادم ما خدی از اونا به کنار هم دیگر می شیشتیم، همو خرج می خوردیم، اونا به نماز ترابه خدی ما شرکت می کردن. هیچ وقت خاطره از یاد منه میره. و خاطر بعدی هم که حال به این منطقه و این محیط که ریش مستفید شده، خاطری که دارم درباره همی که حال من فعلا هم متولی مسجدم، وقتی که ما همین مسجد که شروع کردیم، خداوند همه مسلمان ها قوت بده که همیشه به کار خیر شرکت کنم، چی راه باشه، چی پل باشه، چی مسجد باشه. وقتی که ما کار شروع کردیم، برادر عبدالصبور جان که وکیل مانم زنگ زدن گفتن وجی صاحب شما از دکون که میایم به جلو خود همه گچ رنگ چیزی بستونی که همین رنگ مسجد ما این برزه. ما بیامدم با قول دروازه که بالا میشیم، یک مسئله فروشی هست به طرف قبله، این مسئله فروشی یا اسمی هم به یاد من نمونده، بزی گفتم یک چند کیسه از همین پوترسنگا بده که ما مریم بریم تابنای مسجد تاده و مسجد رنگ مسجد برزیم. گفته خوبه. به همون نفر کارگر خوب گفت اگه داخلی تازمو پوترسنگا بالا کو کینو رنگ مسجد میرزم. وقتی که ما بالا کرد با موتر، دست خوب کیسه خوب کردم، گفتم چنده میشه این برادر وردیش گوش ما مریم رنگ مسجد برزیم، ما پولش رو میسونم. هیچ وقت این خاطره از یاد من نمیره و به هر مسلمانی می توصیه میکنم که کار خیر شروع کنم. اولترین قلمی که ما مسجد مستیم استفاده کنیم از او، بخریم او مسلمان خود و صدقه داد. بله، خداوند قبول کنه انشالله. واقعا خاطره خیلی زیبایی داشتیم. خاطره اولیم یک چیزی که از بین از لابلای صحبت های شما برداشت کردم اینه که در دوران طفلیت شما نگاه میکردیم اتحاد اتفاق و این خاطره خیلی خوش مونده برای شما، و امروز شما به انسان به عنوان یک انسان خیر و فعال در جامعه هستیم که همگی از شما تعریف میکنم. خواهش که من از بزرگا دارم، بزرگایی که در جمع میشینن و نونوالان و این طفلان نازنین هم میشینن و نگاه میکنن به دهن بزرگا، متاسفانه خیلی کم هستن کسایی که هنوزن ناامیدوارانه حرف میزنن، هنوزم مو حرفای قدیم، بالاخره حرفایی که درست نمیشه، درست شدنی نیه ای وطن یا همسال از یرپا. ما امیدوارم از طریق این برنامه ایدانه فراوان شد، دوستان عزیزم خیلی مهمه صحبت کردن یک بزرگ در یک جمع، اگر منفی باشه تمام زندگی یک نونهال تا بزرگ بشه میتونه منفی باشه، ولی از شما شما این به عنوان یک خاطره خوش داریم. پس خوبه اینا رو همگی مد نظر بگیریم، انشالله همه چیز درست شده و درستر هم میشه.
و ارتباط به مسجد گفتیم خیلی کار نیک و مبارکی حاجی سه بزرگوار امروز که ما طبقی که معلومات کسب کردیم مسجد جامعه خیلی بزرگ شده و این نشان میده که اون دست به دست هم دادن و اقدام به ساختن نتیجه بخش میشه انشالله. واقعیت این مسجد که اگر شما میبینیم این کاری یک نفر و دو نفر و ده نفر نبوده، این مردم محیط، مردم شهر ما، حتی مردم ولایت ما، ما که به دکون به خورشید مارکت دکون داریم، مشتری ها ما که میامدم اینجا از ما جنس میخریدم، بعد از این برینو میگفتیم همیت مسجد ما شروع کردیم، بعد این مسلمان ها هر کدوم 5 کیسه، 10 کیسه، 20 کیسه تا 100 کیسه سمیت خور نوشته میکردن، همین مردم و محیط و منطقه و ولایت ما دست به دست هم دگر دادم که مثلا تالی مسجد که شما میبینیم بنا شده. این کار یک نفر و دو نفر نبوده، هر مسلمان ما خورا، البته من خیلی همیشه افسوس میخورم که از برادرها خورا اینجا بیشتر زحمت کشیدم. حتی ما واقعیت به شما بگم، عروس دیشتیم که 5 روزه یا 6 روزه بود، ای خدا خیر بده وقتی که بیامد اینجا همیشه مولای صاحب که روزای جمعه میگفتم کمک به مسجد جمع کنیم، ای بشنویده بود که کمک جمع میکنم. حتی یک دستبند دیشت، یک زن طلا خیلی بری ورزش داره. واقعیت به شما بگم دیدم دست شوهر بیامد، گفت همیر خانم ما داده، گفتم خانم تو که آخه عروس 4-5 روزه این تلار به کار داره، گفت نه، گفته بریم امیر به مسجد مصرف کنه. همیشه اینا امیر مسلمان همه دست به دست هم دگر داده که مسجد به اینجا برسید. و اون قسمی که اکثریت جاها مساجد ساخته میشه، باور کنین که میشه دست به دست هم بدیم، پارک تفریحی خیلی خوبی هم بسازیم، غیر ممکن نیه. شما ببینید، شما در ابتدا گفتیم اگر مسجد جامعه بنا بشه شاید نتونیم ما تکمیل کنیم، اما شد. اما قسم در گذر در هر جایی که زندگی میکنیم پارک خیلی خوبی هم نیازه که اگر همگی دست به دست هم بدیم، زمین خریداری باشه، فضای سبزی مد نظر گرفته باشه، بزرگا اوقات بیکاری خوب برم اونجا بالاخره صحبت داشته باشن، تجمعی داشته باشن، امسال از او بالاخره زمین فوتبال باشه، خلاصه بس ساختن همیشه باشه، اقدام اگر بود ساختن میشه انشالله. جناب حاجی صاحب از صحبت های شما استفاده کردیم، خیر ببینیم انشالله، از خاطرات زیبایی که گفتیم. اگر گفتنی خاص داریم، کامره شبکه جانی اصلاح در خدمت شماست انشالله. خیر ببینیم، خداوند خیر بده که شما همیشه به خدمت این مردم و محیط و منطقه هستیم. خوش میکنم، انجام بزید. زحمت هایی که شما میکشین خداوند برای شما اجر زیاده بده. خداوند دیگه گفتنی من ندارم، فقط ما گفتنی ما همینه به ایسی یک برادر خورد همی محیط و منطقه و همی شهر و همی ولای همی افغان کشور ما که اتفاق اتحاد هیچ وقت دست ندم، به نام اینوهان به مسجد ها شروع نکنم، خواهش میکنم از اونا فقط همیشه به کنار هم دگر به همیده که به نزد الله به نام یک الله اختدا میکنیم، استاده میشیم همه به نام یک الله اختدا کنیم، و پشت سر یک امام نماز خور بخونیم، بی اتفاقی به وجود نیارین که بی اتفاقی کار درست نیه. بله انشالله شما سلامت باشه، انشالله که بقیه دارم به خوبی و خوشی سپری کنیم. خیر بینه، همچنان عید شما مبارک.